در ادامه این گزارش در برنامه خیابان زندگی از آقای دکتر پیمان لطفی، جراح و متخصص بیماری های استخوان در ایالت ویرجینیا پرسیدیم شیوه های پیشگیری از پوکی استخوان چیست و از چه سنی باید شروع بشه؟ بانک استخوان از نوزادی تا سن 18 تا 20 سالگی چه در دخترها و چه در پسرها شروع میشه به پر شدن و از سن 20 سالی به بعد به تدریج کمتر و کمتر میشه. یعنی خیلی مهمه که در نوجوانی و جوانی تا اونجا که بشه کلسیم بدن زیاد گرفته بشه به صورت تغذیه و به صورت کلسیم که از مواد خوراکی مثل لبنیات 3 تا لیوان شیر 3 تا کاسه ماست در روز خورده بشه و یا به صورت ساپلمنت کلسیم و ویتامین دی. کلسیم حدود 1000 میلی گرم در روز باید خورده بشه و ویتامین د 1000 تا 2000 میلی گرم و یا کامبینیشن با غذای خوراکی و این تا سن 20 سالگی باید کاملا به طور روزانه این استفاده بشه. از 20 سالگی به بعد به تدریج کلسیم بدن کم میشه و کمتر میشه و اون موقع است که دیگه باید جلوگیری کرد. پس در 20 سال اول زندگی به تدریج باید هی کلسیم و این به قول معروف باک بنزین باید پرتر و پرتر بشه و از سال 20 سالگی به بعد که میشه کلایمکس این به تدریج کمتر میشه. ولی این ریتی که کمتر میشه رو میشه جلوگیری کرد. از آقای دکتر لطفی خواستیم تا از پیشرفت‌های تازه در درمان پوکی استخوان برای شما بگن. شیوه های مختلف که از جلوگیری بشه از آستیوپروسیس بعد از سن 20 سالگی یه مقدار پریونشن هستش که میشه گفت ورزش، میشه گفت نور خورشید، میشه گفت تغذیه و ویتامین د و کلسیم که روزانه باید گرفته بشه. ولی از نظر دارویی هم خیلی داروهای جدیدی در 20 سال گذشته هستش که این داروها بیشترینش یه گروهی هستن به اسم گروه بیسفاسفینیت که این گروه ها یکی از معروفترینشون فوسومکسه که ترید مارک این داروه که در روزانه میشه خورد و اینو در عرض 3 تا 5 سال نشون داده شده که ریت بون دنسیتی رو از دیکلاینش و کم شدنش جلوگیری میکنه و ممکنه حتی یه مقدار بون دنسیتی و قدرت استخون رو ببره بالا. داروهای دیگه هستن که اگه کسی نتونه اونو تا استفاده بکنه ناراحتی ایجاد بکنه، داروهای دیگه هستن که در یه دفعه در هفته یا در یه دفعه در ماه یا حتی یه دفعه در سال به صورت تزریقی استفاده میشن. داروهای دیگه هستن برای ناراحتی به خصوص مخصوصا برای خانم ها برای بعد از منوپاز که این داروها یه مقدار میتونن برای استروژن که کم میشه استفاده بشه و ساپلمنت بکنه برای اون.